where with you, Yara. Ever true, Yara. We free your names in the open sun and watch them fly away. Fly away, Yara. You be strong, Yara. Hear us. قاضی برای اینکه وادارمون بکنه که به اون شرایطی که هست در واقع تسلیم بشیم و قبول بکنیم با همون شرایط برگزار بشه دادگاه، میگفتش که اجازه بدین محاکمه‌شون بکنن. مثلا ما خب درخواست میکردیم که اینا الان حدود 2 سال تو انفرادی هم دست توی بازداشتن، الان که محاکمه میخواد انجام بشه شما باید قرارشون رو عوض بکنید، شما باید دستور بدید اینها با وثیقه چیزی بیان بیرون، بعد تو محاکمات هم میان خودشون حاضر میشن، دیگه نباید تو زندان باشن. بعد میگفت اجازه بده من محاکمهشون رو شروع بکنم، بعد قرارشون هم عوض میکنم، وثیقه صادر میکنم. خب من بعضی وقتا خودم دو دل میشدم، میگفتم نکنه من اینقدر دارم پافشاری، من و آقای اسماعیل زاده پافشاری میکنیم که آقا ما قبول نداریم به این شکل نباید دادگاه برگزار بشه، نکنه یاران ناراحت بشن، نکنه اینا راضی نباشن، اینا میخوان بیان بیرون و ما با این در واقع پافشاریمون وادار میکنیم که هی تجدید بشه، هی امروز دادگاه برگزار نشه 10 روز دیگه، هی هم عقب مینداخت 10 روز دیگه، 15 روز دیگه، 10 روز دیگه، 15 روز دیگه، و اینا بیشتر میمونن تو بازداشت. و ازشون پرسیدم، گفتم شما موافقید؟ من دارم این میگه که اگر دادگاه رو برگزار بکنم وثیقه صادر میکنم و شما آزاد میشید، نظرتون چیه؟ گفتن خانم پراکند آخرش اعدامه، ما حاضریم، ما نمیخواییم که به این شکل دادگاه و محاکمه انجام بشه، به خاطر اینکه ما میخواییم دفاع بکنیم، اگر به این شکل انجام بشه که ما نمیتونیم دفاع بکنیم، ما نمیتونیم حرفمون رو بزنیم، ما حاضر هستیم و شما هر جوری که فکر میکنید قانونن صلاح میدونید عمل بکنید، ما هستیم. و خوشبختانه در تمام مواردی که ما روی در واقع نقض قانون تاکید میکردیم و میگفتیم که به این شکل ما حاضر نیستیم دفاع بکنیم، یاران هم اولین نفر هم همیشه آقای خانجانی بود که اسمشون رو میخوندن و میگفتن خودتون رو معرفی بکنید. آقای خانجانی وقتی بلند میشد خودش رو معرفی میکرد، میگفتش که من دفاع نمیکنم و وکلام هم حق ندارن دفاع بکنن با این شرایط، و اینجوری راه رو برای ما هم باز میکردن که ما هم راحت تر بتونیم بگیم که دفاع نمی کنیم، چون اگر موکل در واقع راضی به دفاع باشه و ما دفاع نکنیم قانونا ما تخلف کرده بودیم. و خوشبختانه در تمام موارد پا به پای ما اومدن و خودشون تاکید داشتن روی این که باید شرایط ایجاد بشه برای دفاع. و بعد از 4 جلسه با همین موارد نقض قوانین که هر بار جلسات تجدید می شد، بالاخره حاضر شدن که یک سالن بزرگی رو تعبیه بکنن اونجا و آماده کردن فضا رو. بهتون بگم که دادگاه های انقلاب اینجوریه که خب قانونن دادستان طرف در واقع یکی از دو طرف پرونده است، یعنی قاضی همون اندازه که نسبت به متهم باید بی‌طرف باشه، نسبت به دادستان هم باید بی‌طرف باشه. برای همین نباید با هم دوستی داشته باشن. دادستان توی دادگاه براش جا تعیین شده و از نظر شکلی درست کردن. مثلا یه سری صندلی گذاشتن پایین، میز قاضی بالاست، یه سری صندلی هم پایین گذاشتن. خب یه سری صندلی مال متهم و وکلاست، اون صندلی هم مال دادستانه، ولی تو دادگاه های انقلاب اصلا توجهی به این مسائل ندارن، نماینده دادستان میره میشینه کنار قاضی. توی پرونده یاران ما انقدر به این مسئله اعتراض کردیم و هر بار گفتیم و اینها حالا چه برنامه داشتن، اون محاکمات رو که دیگه مجبور شدن توی سالن بزرگ بگیرن به این شکل، بله، برای دادستان یه جای دیگه ای رو تعیین کردن نه کنار قاضی، و صندلی‌ها رو چیدن و گفتن که بفرمایید تو. خب بگذاریم که من قبلش درخواست کرده بودم باید من موکلینم و ملاقات بکنم، گفتن که همینجا تو قبل از دادگاه تو ملاقات بکن، نیم ساعت جلوتر تو با اینا صحبت کن، نیم ساعت جلوتر.
بعد خب ما نشستیم، به من گفتن که و آقای اسماعیل زاده، گفتن شما خانم پرکن و آقای اسماعیل زاده شما براتون صندلی گذاشتیم در شأن وکلا، بفرمایید رو صندلیتون بشینید، اونجا نوشتیم برای وکلا. و خب ما مخالفت کردیم و گفتیم که من گفتم من ترجیح میدم روی صندلی متهم بشنم کنار موکلم باشم و قانونم باید وکیل کنار موکلش باشه، نباید جدا از موکل باشه. تحقیقات رو که اونها بدون در واقع هیچ گونه مشورت با وکیل ازشون انجام شده. حالا دادگاه هم اونها هیچ حق نداشته باشن که هماهنگی با ما داشته باشن، حق نداشته باشن که من وسط محاکمه شاید چیزی به ذهنم برسه و بخوام مشورتی بهشون بدم. من نمیتونم از 4 متری به اینا حرفی بزنم که. گفتم من ترجیح میدم همینجا بشینم. آقای اسماعیل زاده هم گفتن من همینجا میشینم و صندلی وکلا همونجا بمونه. خب بالاخره اینقدر، البته سر این مسئله هم اینجوری نیست که ما بگیم من میشنم و اونم قبول بکنه، سر این هم ما یکی دو ساعت بحث و جدل حقوقی داشتیم و قانونی داشتیم که بالاخره آقا راضی شو که ما قانون رو اینجا در واقع تو این زمینه حداقل راضی شو که انجام بدیم. جلسه اول محاکمه فقط به خواندن کیفرخواست، یک کیفرخواست 50 صفحه‌ای بود، به خوندن کیفرخواست تموم شد که دیگه اصلا یه جوری بود که نماینده دادستان نمیتونست دیگه نفس بکشه. 3-4 ساعت بود داشت اینو میخوند. و جلسه دوم و سوم رو و 3 دوربین فیلمبرداری بود، همش مال خودشون بود. هیچ خبرنگار آزادی حق نداشت حضور داشته باشه، اجازه نداده بودن و از خانواده ها، از هر خانواده فقط مثلا به طور محدود گفتن یکی دو نفر میتونن بیان، اجازه نداره کسی دیگه ای بیاد. و ما دفاعیات رو گفتیم که دفاعیات حقوقی رو ما انجام میدیم، اما دفاعیات جامعه بهایی رو خود یاران انجام بدن که آقای یاران خودشون یه لایحه مفصلی نوشته بودن، آقای توکلی به نمایندگی از بقیه قرار شده بود که دفاعیه رو قرائت کنه. نوبت به دفاعیات یاران رسید، آقای توکلی ایستادن و شروع کردن به خوندن. دو خط اول رو که خوندن و گفتن، قاضی باید در دادگاه بی‌طرف باشه، یعنی قاضی باید با سکوت کامل و بی‌طرفی کامل بشینه، با حوصله هم کیفرخواست رو خوب گوش بده که دادستان میخونه، هم دفاعیات وکیل رو خوب گوش بده، هم دفاعیات متهمین رو گوش بده، بعد بشینه اینا رو ارزیابی بکنه به نتیجه برسه. که این میشه یک محاکمه‌ای که مثلا حکمی هم میده، میشه یک حکم عادلانه و بی‌طرفانه. دو خط اول رو که خوندن، قاضی به جای دیگران، قاضی فریاد زد که آقا نخون، تو داری اینجا تبلیغ بهاییت میکنی. بعد ما اعتراض کردیم، آقا تبلیغ بهاییت اینجا کی هست که اینا بخوان تبلیغ بهاییت بکنن؟ 20 نفر مأمور اطلاعات، روز در واقع فیلم بردار و اینا هم که هستن از وزارت اطلاعات هستن، شما هستی و دادستان هست و خودشون هستن، کی هست اینجا تبلیغ بکنن؟ ضمن که شما حق نداری وسط کلام اینها حرف بزنی و کلام اینها رو قطع بکنی. هر بار اینها در واقع تو هر 3-4 جمله قاضی قطع میکرد و ما مجبور بودیم یه بار آقای سلطانی دستشو بلند بکنه، بلند شه و اعتراض بکنه به رفتار قاضی، یه بار آقای اسماعیل زاده، یه بار من بلند شم. دیگه کار به جایی رسیده بود که نماینده دادستان میگفت که اگه من جای قاضی بودم حکم بازداشت شما رو همینجا صادر میکردم. ما وکلا رو میگفت که انقدر دارید نظم دادگاه رو به هم میزنید. و یه بارم مقایسه برای اینکه قاضی دادگاه، یکی از قضاتی بود که کینه و نفرتش رو نسبت به بهایی ها مخفی نمیکرد، قاضی که داره به این پرونده رسیدگی میکرد مخفی نمیکرد و علنا نشون میداد کینه و نفرتشم. بعد از چند بار به هر حال اعتراض کردن اینا، یه بار من دوباره دستم رو بالا کردم که تو همون موارد آقا اعتراض دارم، گفت تو دیگه دستتو بنداز پایین، تو دیگه حرف نزن، تو خودت متهم من بودی، تو خودت محکوم من بودی. من شوکه شدم اصلا چه ارتباطی داره، و اعتراض کردم بهش که آقا
شما الان از بی‌طرفی خارج شدی، من اینجا وکیل دادگستری هستم، متهم نیستم و در مقام وکالت دارم، در مقام دفاع هستم و شما حق نداری که با من اینجوری حرف بزنی و اینجور بخوای منو تهدید بکنی. خب یعنی انقدر این من دارم اینها رو که میگم میخوام شما رو آشنا بکنم با اون فضا که این پرونده ها توسط چه کسانی مورد قضاوت قرار میگیره و چه جوری حکم صادر میشه، که خوشبختانه ما تونستیم تو این دادگاه ها محاربه و افساد فعل ارض رو که حکمش اعدام بود رو با استدلالای حقوقی و همون گفتم تخلفاتی که صورت گرفته بود، آخرین دفاع گرفته نشده بود از یاران، تحقیقات توسط بازپرس صورت نگرفته بود، جز اتهاماتی نبود که براشون مطرح شده باشه، مجبور شدن که محاربه و افساد فعل ارض رو بذارن کنار و برن روی جاسوسی و تشکیل گروه به قصد اقدام و اداره آن به قصد اقدام علیه امنیت کشور. منظورشون و 20 سال حکم داد قاضی مقیسه، 10 سالش برای تشکیل گروه و اداره آن، گروهی که به قصد اقدام علیه امنیت کشور تشکیل شده، و 10 سالش برای جاسوسی.